Mi mónimo kasi as ki ma joy khabarje la kedim. Ene bibinim dosta da joy ma mi mishina. Yar hamishagi rafiq khub pakhsh kuninde amwaj khushi u khanda. Ba iftikhar Qasim Ibrahimi kaf bazanin ki be. Hi guys. Hello. بیشی و سعی بیشی از بیش از یار. سلام علیکم بچه ها دخترها سلام علیکم یک علیکم تو را بیشتر چقدر انرژی دارین سلام علیکم. مام دوستان دارم دخترها. چی سوال داری؟ خوش بخیر. زنده باشی بیشی از جان خیرس. Love you so much. سلام سیار جان عزیز. سلام با ملک قلبم. سلام با خدا فیض جان. خوب بچه. تاثیر نرو سعی جان خیرس. تا آخر. مصطفی جان عزیز. سلام علیکم. سلام علیکم نوی جان. بیشتر خوشحال هستم. در جای میمان که آدم میشنه یک شرمک شرمک داره در غیر از او اگه آدم در پریزنتر میباشه یا نطاق میباشه یک بیشرمی داره سیار واره آدم تشکر از این کمال از یاد خدا بیاد کن کنه خواهش میکنم دوستا قسیم یک وقت در قاب گفتگو بود بسیار وقت پیش و گفتم که در جای سیار میشیشت امو قسیم بودک و آل کدمان نیست و گفتم بیان که در نقش میمان بیایم تا آدم میزبان وارستک گفتم که زیادتر چیزایی را که شما نمیفهمین به جز اینکه قسیم شما را خنده میده صحیح شد شوخی کرده رئیسی والا بسیار ما تو بیشی سرپت رو لالت بیشی صحیح است تا آخر جان چمکی جور کنه از خود گفتیم باش که قسیم قصه کنه در این برنامه چیزایی را که دوستان نمیفهمه در باره چی از قسیم و معمولا سوال میکنه در فیسبوک و در ایجایان قربان چه مفی جان ما دوستان اگر چی کمتون در باره ما میفهمم دوستان در باره ما میفهمم کمتون قسیمی را که امروز میبینیم 25 سال پیش در جنگ ها پیدا شده اگر نفر میگم سالگیری تو تو چرا تجلیل نمیشه به خاطر از اینکه ما در جنگ ها پیدا شدیم وقت تذکره و تاریخ و جنتری نبود جنتری ها رو هم در دادن جوان مرگا دیگه به این خاطر 25 سال میشه که به این دنیا زندگی میکنیم به این دنیای خاکی حفیظ جان دوازده پاس مکتب هستم مریخ و خیر یک چند وقت بات میریم دوازده خلاص کردیم دوازده خلاص کردیم بسیار عالی و دیگه کم تو انگلیسی خواندیم استاد انگلیسی امی شاگردار را درس میدادم اکتیف وان اکتیف تو یارا درس میدادم و خودم هم انگلیسی و یارا دیگه و خودم هم یک 5 6 سال انگلیسی خواندیم و همچنان یگان همو چی یادت است مای کارلوس کریستینیا کریستینیا سالوا چیری کریستینیا رو کشیده و سعی جانم یاله و دیگه اینم قدر معلومات ما صفی جان 5 برادر هستیم به شمول خودم دو خواهر شکر خدا پدر و همچنان مادر کلان خانه هستی خرد خانه من دوم خانه هستم دوم خانه هستم دوم خانه هستم یعنی یک برادر کلان ما چیکار میکنه دیگاش پنتون میخونه درس مکتب میخونن یک از تو چی زیر نشد یک از ما چی زیر نشد میگن در خانه یک دیوانه خب شاروخان افغانستان هم هستی امین قصه را کو که از کجا شاروخان مثلا قصه ایش چی هست که بلاخره تو را شاروخان افغانستان گفتن و حال مشهور به همی هستی بیخی تکسی گرفتی پشت بالیوود والا شاروخان ما بیزار زاد امی سینمای این بسیار زیاد دوست دارم من بسیار سابقه هم یعنی طبعا. اول خودم میگفتی که بعدا کلگی گفت یا یک ویژه اول خودم میگفتم من تامیال خودم میگم اما من شاورخان شده نمیتونم بب... یک تار مویش ولی اگر من رسیده خواسته که تحمیل کنه این موضوع زر مخلوق ولی ملت ولی وقتی که من میگفتم من شاورخان افغانستان یا یگان اکتوشا میکردم مردم خنده میکرد به خاطر خنده مردم من این کارو میکردم مگر هیچ کس جای کس گرفته نمیتونه بدون شک علاقمند سرسخت شاورخان از قسیم ایران شاورخان جای تو را گرفته نمیتونه تو بگو خواستن سلام فرق میکنه خب بیاین از زندگی شخصیت سوال کنیم وقتا نشو وقتانش رو بیخی شخصی نیست فقط از خوابت قصه میکنیم میگن اصلا شما زیاد خواب نداری و ایرم هم شاید است میدیدم که خواب نداشتی راست میگی یک قصه جالب خواب ازی مصطفی هم یک شب خانه ما بود یک وقت میگه یک قصه که در جای نیست میگه تو میپالم تاریکی هم است که یک وقت یک نفر است میگه سرش در زمین است پایاش در دیوار تو میگه خواب است اطرابی ساپا رو میگهش در این خانه همین رقم است من نه اون شب که خانه شما بودم لوبیا تان خراب بود گرده شالا گرده در چدا میخراستی از من نمیدونم در اون ریگ انداخته بود نیواز نمک چی بود ینگیم نبود فکر میکنم رفته به طرف ازبکستان به اون خاطر مصطفی لوبیا را خودش پخته کرد و من گرده در چدا مشا اقربی سات واری که میگشتیم تاثیر هم لوبیا مصطفی شان بود خب ایران از خواب بگو چرا صرف شو خواب میشی روز خواب میشی در نظر من همین شوق از بسیار راحتی است هر چیزی را که در دنیا آدم سرش فکر میکنه زیاد شوق فکر آدمای هوشیار بگو زود خواب نمیشه
خب برعکس برمیگرده به این که بعضی کسا از طرف روز فکرشان خوب کار میده، بعضی کسا از طرف شب. اینا خودتون اون تیپ آدم هستی. بریم به طرف پرشاریه. قسیم جان، بدترین خوشید و خوبترین رنجت چی بوده؟ خوبترین رنج منه؟ بدترین خوشی؟ بدترین خوشی؟ بدترین خوشی بود که یک شب یاد باشه ما شما در میخانه تان شده بودیم، یک سه شب سه روز ما سر یک برنامه کار کردیم. حفیظ جان برنامه هلال عید بود تقریبا 3 سال پیش. ما وزید که سه شب سه روز اسکریپت نوشته کردیم که بین خود بخند یا بودیم سوا دگم استیج میکروفون ما دگم بسیار خوش بودیم. باغ بابر بود، نظر خود بود برنامه بسیار کمدی که آمدیم که 5 600 نفر شش تا و یا مصطفی مرا در بغل گرفته اونمو شایی بود که من گرده درد بودم اگه یادت باشه که با دیالوگ میره قم جور کردیم. مصطفی مرا در بغل خود میاره میگه که این بجلک پای شلاق است. یه واسه گردم بجلک پای مو انداخته بودیم که مردم نفهمه که گپ تا کجا بوده. دیگه ما می اومدیم می داخل میشیم که می خودم میکشیم هیچ کس خنده نمیکنه. این چی بگم؟ چی خوشی؟ بدترین خوشی، بدترین خوشی ما این بود که ما خوش به این بودیم که ما سه شمسی روز کار کردیم و جگرخون میشه دیگه 500 نفر اصلا یک کس خنده نمیکرد. داشتم من بودم در جمع 500 نفر. این نبود که ما جالب نبودیم، مهمونا گوش نشده بودن. و خوبترین رنج خوبترین رنج من این است که در بیرون ما وقتی که ما پرایم یگان تو سلام کنه خلیفه بیا جنه، خصوصا از این وقتی که آریانا که یک شوخی مذاق کرد، آریانا که به خاطر نامزد شوخی مذاق تیرش کرد، که آریانا که نامزاد کشید با زگان تکسی وانا کلی خدا میکشه به غیرت زن تا برده که یعنی یک تانه روی واری شده. این خوشترین رنج است. خوبترین رنج است. خب در این وقتا چرا قدر زیاد ظاهر نمیشید در تلویزیون؟ طلوع و مستی جا کار هم میکنید دیده نمیشید، مردم هم سوال میکنن ماش ماش نمیتن ماش از این 50 رقم جور شده بازی فرار کردن ماش میتن مگم در پلاستیک در برنج یک مکس ما این رقم ماش میتن. یک شو از چی که آمدیم؟ از امو پروگرام الالید آمدیم، ما بودم، مصطفی بود، قسیم بود، مجیب بود، در یک موتر کرولا که موترم از قسیم بود مستقر. موتر بسیار 97 بود که مرا پیسدار مرفی کشخانه ما دوز به جالبی است که ما رسیدیم در یک جای تقریبا 12 بجه شب یا 11 بجه شب بود، را بند بود و ازارات بود و پلیس استاد بود. ما دیگه خود چپ گرفتیم، قسیم دیگه کلی خود کشید که گفتم که ما اصلا یا میخواستن که نریم از رو آمد گفتیم ایجه مصطفی ازیار بود، مجیب بود، حفیظ بود، بریم و شما را میمانم. امی رفتیم سر زین پلیس که امی رفتیم گفت را بند است، گفت حرکت کنید. من کلی خدا کشیدم تو قمندان صاحب قسیم ابراهیم نه سلام که داری سلام علیکم گفتم السلام علیکم قمندان صاحب بزرگوار. گفت وعلیکم سلام سائل نکد. گفت را بند است حرکت کن. من گفتم قسیم ابراهیم هستم از تلویزیون تلو. گفت دیوانه دیوانه گپ نزن حرکت کن کمیت خراب است. و ما چی کردیم؟ ما تیر خود آوردیم، کل ما روی خود پایین کردیم که ما رو چیز نگویه. قسیم بسیار بیچاره وضعش خراب شد تا صبح شد و میشه ولی بسیار خدمت میکنن، بسیار لطف میکنن. قسیم جان یک برنامه یا برنامه‌ای که می داشته باشی چقدر کار میکنی؟ باش که مثلا این دیده نمیتونم کم خود پیش میکنم. مهتاب گرفتگی شد؟ چقدر کار میکنی؟ ضرورت نیست، من قلبت هستم، ضرورت نیست مره ببینی. مثلا در برنامه قسیم به آریانا مثل که ما تا جایی که میفهمیم تقریبا دو ماه روی طرحش کار کرده بودی. بله. از زحمات روی یک برنامه میکشی، میخوایم امیر با ما شریک کنی با هموطنان. بله حسین جان، به می هر جایی که چی کار رسانه باشه، چی طب باشه، چی معلم باشه، هر کسی که باشه، چی روز امتحان می باشه، سیار جان وقتی که میره آدم یک آمادگی می داشته باشه. وقتی که آدم میخواد بر 10 میلیون یا 20 میلیون یا 30 میلیون نفر یا 5 میلیون نفر بخواد که یک با گفتیم خارجی پرفورمنس بکنه یا یک برنامه تیار کنه، اجرا داشته باشه، باید سرش کار شوه. نمیشه که ازش کم با آدم ارگپا بزنه. من چی میکنم؟ من در برنامه که من بسیار استرس می داشته باشم، من اینه خدا شاید از دروغ میگم، من اینیمیال در قاب گفتگو میمون هستم، من به صفت میمون اینجا آمدیم، من اینیمی شو ما خواه اصلا نرفتیم از تشویش ایجاد که این برنامه چی رقم میشه. چون اینیمی مردم می اعتماد که بالای ما کدن نمی اعتمادشون رو دوباره برشون و طور درست یک تشویش دیگه بود، یک کسی کابل آمده به خاطر ما جگر خون بودم. و من چی میکنم؟ من حتیجان بسار ببخشی دوست در پشتم نگیر دیگه قربانه چم لفیو. من وقتی که نوشتم میکنم باز من از 20 نفر یا 30 نفری که در بخش اینمی کار بسیار تجربه خوب دارن میرم از اینا مشوره میکنم. در این برنامه قسیم به آریانام آمدم پیش حفیظ، یادم نمیره گفتم که این برنامه رو نامش چی بانیم. حفیظ گفت قسیم بدون آریانا. مرا خندیم گرفت، بسیار داد برنامه جالب بود، امی نام از تو خلق شد. خب بالاخره که آریانا جان که از یک ما همی چشتی میده گفته اگر تو دسکس کردیم گفتن نه قسیم بی آریانا، امیر بین از رو میانا تر بسازیم قسیم بی آریانا. یعنی سعی کنین که مثلا حفیظ نامش انتخاب کرد به خاطر از امون نامش 30% برنامه با
بلند رفت. اما تو از یلدا جان یا دیگه هم کارا کرد، کلشان میشینیم مشوره میکنیم و این می تیم ورک است که نتیجه میده. تایران بسیار پخش گذشت. خب ببین که یک سوال شخصی، یک سوال دیگه مونده بسیار مهم است. ما قسم بسیار قصه جالب داریم، او را نمیخوایم بگیم. ما تو قسم می نیستیم، اونقدر قسم می نیستیم، منتها دلیل چی است که تا بال ازدواج نکردی؟ ما خبر دادم چندی دفعه سرت از طرف خانه اتک شده که باید یک نفر رو بگیری، اما 24 ساله است، خورده است. نه ببینم چی گفت. نه در خانه گفته بودم که بر چند دفعه که بود یک گپ شده بود، با خاطر که یک شب دو بجه شب خانه ما قار کرده بود. نه انگیم ازدواج کرده از نه گفت نیست. راستی یعنی موضوع مرضیه بود یک وقت، نه بسیار سر زبان ها بود. او را بی خیال از یاد بردی چی بلا؟ تو مت از اگر رقم وقت نمیش تو سن دیگه. نه خب. او شوخیسته، او شوخیسته، او شوخیسته. حالا زندگیت بدون آریانا چطور میگذره رو بگو؟ در درد رنج از دیگه. وقت سی وقت نان میخوردم، حالا یک وقت نان میخوردم. اندام ایران که میبینیم سکس پک از خدایی همه تو میبینیم پیسدارا شکم اندازه کلان میشه. یکان تو میگه که حالا سکس پک است، یالو تو ورزش میکنی؟ نه، روز یک وقت نان بخوری چی شکم پرتی؟ اصیب ابراهیم برای یک چهار ماه هندوستان رفته بود، سرگردان بود و من هم شاروخان را دوست دارم، قسیم هم بسیار زیاد علاقه مند شاروخان است بدون شک. یک قصه جالبش همی است که فقط یک ماه مکمل از یک سراخ میخواست چهارخانه ببینه از پشت دوز گفته گرفتنش. این راست است. من رفتم هندوستان، رفتم چهارخانه بسیار دوز داشتم. حفیظ جان وقتی که من دمی تیاره دمی سر ممبئی رسید، همه تو وجود من لرزه میگرفت، میفتم در کدام اپارتمان چهارخان باشه، خانه کدام سپرستار در کجا هست. شهر ممبئی کسی میگه شهر سپرستارایشان است. مثل کابل شهر ما شماست، مثل کابل شهر ما شماست، فقط فرق بین اقتصاد و قد است، خلاص دیگه چیز فرق نداره. و در اینجا من رفتم خانه شهرخان پیدا کردم، افیس خانه شهرخان پیدا کردم، ابد روز متواتر میرفتم دیرانه اکتو فوتبال خریدم، تو مشکار جمع میکردم پیش خانه تو بازی میکردم و ما در شکار رسیدم بودم که شهرخان بیا یا ما ببینم. من فکر میکردم خیلی مثل مار یا دیخای پای پیدا تیر میشه، یک پلاستیک کچولی در دستش هست. نه خیلی گرم تو خودت فکر میکردم که البته اون رقم است، هر چی کدی میره ندیدیم. بالاخره یک روز یک موتور شسی اومد، همین اندیوالم راشد گفت گفت اینمی شارخان است. بنز بود، همین وجود من لرزه گرفت. رفتیم یک درازه مخفی داره، همین بالا از یه جالک بالا میشه که دوستان فن یا شده باشه، باز این طرف و پیشتر میری به اندازه دو برابر تالار ما یک درازه که مخفی داره. همین رفت ایده اون دوستان بادیگاردکا دوید، یا من دیگه چی کردم، رفتم موتر که در آمد دروازه را قفل کردم، رفتم مستقیم دمی یک سوراخه که دروازه داشت دمی برابر کردم خدا. همین چیزی مچ اسپوندم دیگه که دیدم که موتر دروازه جواد میشه، دیگه تو حال میپره حال میپره. همین برام تو یک نفر دیگه از بالا یک نفر دیگه حرکت کو چی روز از اور دروازه سر که در این چیزی هستی خانه می تماشانم بود. چرا باز ما اینجا برنامه رو اعلام میکرد میرفت اونجا عبد درست فوتبال میگه که دوست کام. اگه میخوای محبوب دیگرا باشی، محبوب خود باش اول، چون حتی در قرآن هم است اول خود شناختن بعدن خدا شناختن. انسان اول خود نشناسه خدا رو نمیشناسه. بشک گیم از این قرار است که سه دانه عکس ایجا ما برد پلی میکنیم، یک عکس دختر فلم انتخاب کن، یکی را خواهرت، یکی را پاک کننده خانه و صفاکار. سیس ببینیم عکس را؟ عکس را بریم. بالیوود از دیگه قسیم خواه شاید به اعتمال زیاد بریا نمیشه که تک جور دادم روسی کنه؟ اشوریارای دختر فلم؟ بله. دیپیکا باید خانه را پاک کنه و سناکسی در جای خواهر. تبریک باشه که یک گپ در شد. مگم گپ بین ما تو سای عرصه ایجا جای خوارم باشد دل تو چیز نگرده ایسا ایجا. خب، ما بعدت سه عکس کال میبینیم. یکیش باید خوب لطت کنه. کدامش سیلی میزنی؟ کدامش میبوسی؟ واو. و کدامش در آغوش میگیری؟ بگیرم؟ عکس ها را؟ دیکن سیلی مصطفی ریت جور کدی هم تو گرفتم بچا مصطفی خو رفیق مس دبین رقم دختر مقبول مصطفی مجبور تو سی اکسلی بخری سی که بعد آدم تو لغت مال کنه سی دبین دو دختر مقبول چی بکنی بچا مقبول است از بغل روی یک رقم مقبول وری مال میشه بچه را خوب مالدار است که بک زده میشه در بین اون رفته فقط مون به گفت بین دو زن دختر آریانا را بوسه برش مندازم سلنا گومز باید داغوش گرفته میشه یک شو انتخاب کن که برد بسیار مهم باشه دیدار شاروخان که بسیار برش کوشش هم کردی دوم کار کردن در یک فیلم ایندی سیمم که مثلا یک بکس پر از پیسه باشه کدامش اول انتخاب میکنی؟ اول به او پیسه هم کلش داره یک گزینه رو باید انتخاب کنیم اول دیدار شاروخان هم میخواییم بکنیم خلاص
خلاص پیسہ مایزه باکس پیسہم بالا پسش و فلم اندیام بالا چون دو فلم اندی برما یک فلم نقشم دادن دو فلمای بنگلی دو تالیوود مرا گفتن چلی تو فلپینیا میخره از چون نکردو کالدور اندیو میخواستن گفتن برای ادر شما دیوانه شدین پیسہم از میخواستن پیسہم چون کوا میخواستن با خاطر فلمای تالیوود بود تالیوود واقعا تا بوده بیایم که انال ما سه نفر که از داخل است یک کمک زنم موضوع را سیاسی بسازیم سه نفر عکسش میایه خودت تمثیلش کن میبینیم زنده باد آیس کریم خب دیگه عکس کی است؟ حسین یک رقم داده لما ششته با والله و با بالله کششته تجھے دیکھا تو ہی جانا سنم پیار ہوتا ہے دیوانا سنم از میمانای قاب گفتگو پیش روی جمع پس تیز نرو سلو از قاره های آسیا تا اروپا بیادر حفیظ میره به امریکا و اچران خوب ضرورت نیست خوب مدقل یک پروموت خوش شد خوب هم تو فیلم قسیم در خانه از ناس چی میگید؟ از ناس چی میگید؟ یک و دیگه کی زیاد موافق است به می کارت و کی مخالف است؟ هیچ وقت گفته که می کارو نکن. از ناس چی میگید؟ امروز اول بگو. از ناس خود مرا در خانه سیامار میگن. والا خوب نواز. تشکر. مثل که اسامه در خانه از ناس جایره میگن چون مویاش جایره وارسته. و حفیظون اول که من تلویزیون می آمدم کلگی مخالف بود چون باز امی ما شما کل ما شما شاید تجربه رو داشته باشیم خصوصا نبی جان و سیارخو نبود به برنامه خنده بازار نبی جان خود ما شما که وقتی که می آمدیم بسیاری کسا میگه نامتون رو بد میکنه نرین دیجه تو هم یال اگان تانه ها را تغییر کردن من مال خوب شدن خود ما شما امیر تغییر دادیم و به می خاطر سر فامیل بسیار زود اثر میکنه و فامیل گپ مردم زیاتر میشنوه حالا خیلی سفید بار میگنه این موضوع ما خلاص و آل وقتی که آل که میبینن وقتی که مردم میخندد آل هم نمیگن که ما 100% راضی استیم اما من تو احساس میکنم که راضی استن فعلا اصلا کدام مشکل ندارم خب من در زندگیم دو بخش جامعه را بسیار دوست دارم اولش اطفال نازنین است اطفال با تربیه اطفالی که واقعا سر از او کار شوه و چون طفولیت خودم بسیار در بدبختی در جنگ دا زدان کندن نه یک دا بیرون برآمدیم دا خانه بسته کردن مرا دا جانلوش در درخت نه خوردن کی دیا لاو که ما بسیار روزای بعد تیر کردم راستی میگم من دا خانه زیاد لا خوردیم بسیار جنجال به اون خاطر من اطفال امروز دوست دارم و طبقه دوم طبقه دختر خانم است که برام دخترها مثل مردا وریستن اینو لوسای برام کوکایم وریس خاصی مرچخه که صحبت کنه بازم کم است و ان شاءالله که در برنامه‌های تلویزیونی خواهد دیدنش زیاتر و ما همی آرزو داریم که سال یک بار ظاهر نشه با تداوم ظاهر شوه و پروگرام های مختلف داشته باشه قطعا مشکل پیسه داره قسیم جان که توفه قسیم باید پیدا کنم اینه قسیم جان یک توفه کن از طرف ما برخودت قربانه شم